با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی را می با برنامه شامگاهی صفحه یک که همچون همه شب در طول هفته مروری خواهد داشت بر اهم مطالب منتشر در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا البته همزمان با گزیده خبرهای هر شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب فرمان علی خامنه ای در ممنوع کردن هر گونه مذاکره با آمریکا میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با کیک امام حسین هم مذاکره نبرد تمام ایار روس ها علیه موازه گروه های مخالف دولت سوریه این بار با حملات موشکی از دریای خزر همزمان با واکنش تند ناتو با نشست استرالی در بروکسل گمانه ها برای اعطای جایزه صلح نوبل به جان کری و ظریف زمزمه ها از آغاز حملات زمینی ارتش و شرسد در سوریه زیر چتر حمایتی حملات هوایی روس ها تقدم بري سبقته صليات من الصواريخ وتمهيد مدفعي بالإضافة لعشرات الغارات من الطيران الحربي وتقدم ملحوظ لقواتنا على جميع المحاور وإظهارات هشترامز مقامات أوروبية در كونفرانس سالانة اتحادية أوروبا در خصوص بحران جهاني پناهجوي ومهاجران مهاجران سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 16 همه ماه مهر ایرانی برابر با 8 اکتبر سال 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در بخش آغازین برنامه با مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه برنامه را پی میگیریم. سخنان کنایه آکنده علی خامنه‌ای نسبت به ممنوع بودن مذاکره با آمریکا بر صدر رسانه‌های چاپی تهران از یک سو و سایر رسانه‌های صوتی و تصویری و دیجیتالی در سوی دیگر قرار گرفت. علی خامنه‌ای با اشاره به چگونگی روابط دشمنان اسلام با رهبران و امامان شیعه، به گونی کوشید که به اظهارات گاه و بیگاه دولت روحانی و تیم تکنوکرات دیپلماسی کابینه روحانی پاسخ دهد بدون خواندن خبر صحنههایی از این مناظرات منبری را با هم میبینیم درس کربلا برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است وقتی صحبت مذاکره می میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با کیک امام حسین هم مذاکره در همون شب تاسوعایی که مورد تکریم شماست شما میدانید که امام حسین خیمه را به پا کرد و عمر سعد را دعوت به مذاکره کرد امام حسین که با ابن سعد حرف میزند او رو نصیحت میکنه بحث مذاکره به معنای امروزی نیست مذاکره امروزی یعنی معامله شب تا سوعا ساعت ها با عمر سعد مذاکره کرد تا مسئله به جنگ پایان نیابد امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بدن چیزی بگیرن این بود تاریخ رو اینجور میفهمید زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنید این نگاه آمیانه و ساده اندیشی و ساده اندیشانه نمیشه به مسائل کشور رسید همان گونه که دیدید این جدالهای فقهی و مناظرات و منازعات منبری دیدیست که از دوم خرداد سال 76 تا کنون میان دو قطب درگیر در ساختار قدرت شاخه‌های منتصب به علی خامنه‌ای، نظامیان سپاه و همینطور شاخه رسانه ای اشنی صدا و سیما و کیهان و نیروهای تحول طلب ایرانی که خواهان گشایش روابط با جهان غرب هستند ادامه یافته است پی میگیریم خبرها را با آخرین خبرهای منطقه‌ای روسیه سوریه دریای خزر و موشک های تازه روس‌ها رویدادی که در ساعات گذشته بالانشین رسانه‌های مهم دنیا بود. ناوهای روسیه در دریای خزر دیروز چهارشنبه 15 ماه مهر مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. گزارش خبرگزاری های روسی حاکی بود که ناوهای جنگی این کشور 26 موشک کروز به سمت 11 هدف در خاک سوریه شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفت از روز سیوم سپتامبر که حملات هوایی و موشکی به خاک سوریه آغاز شده تا کنون 112 موزه هدف قرار گرفته است. و اما در سوی دیگر واکنش آمریکا به استراتژی ها به گزارش خبرگزاری رویترز اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با روسیه علیه گروه خلافت اسلامی همکاری نمی‌کند. a wide range of ways that our uh, alliance uh, is operating and strengthening and we reaffirmed our commitments to looking به گفته ایشان مادامی که روسیه سایر گروه های مخالف را هدف قرار می دهد این همکاری امکان پذیر نخواهد بود. آقای اشتون کارتر افزود آمریکا گفتگوهای ابتدایی و فنی را با روسیه به منظور اطمینان از امنیت پروازی بر فراز خاک سوریه انجام خواهد داد و فقط همین وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که واشنگتن آماده ی همکاری با استراتژی روسیه نیست که به شکلی تراژیک ناقص است وی گفت آنها نقاطی را مورد هدف قرار می دهند که ربطی به گروه خلافت اسلامی ندارند از نظر ما این یک اشتباه اساسی است و اما عملیات ارتش سوریه عملیات زمینی با حمایت هوایی روس ها دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که روسیه و دولت سوریه همراه با گروه های شبه نظامی متحدش از روز چهارشنبه 15 مهر ماه عملیات مشترک و هماهنگ شده بزرگی را عليهم مخالفان حكومه بشار اسد دار مناطق قارب السوريه اغاز كاردان شن الجيش العربي السوري وعناصر الدفاع الوطني هجوما واسعا على مختلف محاور الريف الشمالي لمدينه حماه في ساعه تقدم بري سبقته صليات من الصواريخ وتمهيد مدفعي بالإضافة لعشرات الغارات من الطيران الحربي وتقدم ملحوظ لقواتنا على جميع المحاور وهي التمانعة اللطامنة كفر زيتا الهبيط كفر بودا الهواش بانتظار تحريرها بالكامل به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات روسیه به مناطقی در شمال استان حماه و مناطقی در نزدیکی استان ادلب صورت گرفته است. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن اعلام کرد که ارتش سوریه در این حملات از های زمین به زمین استفاده کرده و به چهار موزه شبه نظامیان مخالف حمله کرده است. در سوی دیگر یک منبع منطقی آگاه از اوضاع سوریه هم گفت شبه نظامیان حزب الله لبنان نیروهای ارتش سوریه را در حملات روز چهارشنبه همراهی کنند. خبرهای منطقه امروز بسیار زیاد است خاصه از سرزمین عراق و شامات و نقش بازوهای امنیتی نظامی ولایت فقیه ایران در بحران افغانی منطقه که خلاص مشروع آنها در آن سوی خبر خواهید دید البته در تازه ترین گزارش ها از سوی منابع خبری در مورد نقش ایران و قاسم سلیمانی خبرهایی به رسانه ها درس کرده در واقع نقش قاسم سلیمانی برای آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه در این راستا از سوشت پرس گزارش عراق مبنی بر ترغیب روسها از سوی قاسم سلیمانی انجام شد رو منتشر کرد پیش از این همون گونه که مستحضرید خبرگزاری رویترز در گزارش گفته بود تصمیم به آغاز عملیات نظامی روس در سوریه پس از مذاکرات قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با ولادیمیر پوتین گرفته شده است در تابستان گذشته گزارش های از دیدار سلیمانی از روسیه آن هم با وجود ممنوعیت های بین در مورد سفر این مقام ارشد سپاه منتشر شده بود که البته هموار مسکو آنها را تکذیب کرد. روسیه گزارش تازه رویترز را نیز تکذیب کرده است. این خبرگزاری 15 ماه مهر ایرانی به نقل از مقام های دولتی عراق می گفت در پی دیداری سه ساعت کتابستان گذشته بین قاسم سلیمانی و ولادیمیر پوتین صورت گرفت او از رئیس جمهور روسیه خواست تا دست و انجام حملات هوایی در سوریه و افزایش حضور خود در عراق بزند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا در لندن هستید همینک و در بخش میانی برنامه با مروری بر بین خطوط روزنامه های امروز برنامه من رو با جستاری و روزنامه های امروز تهران ادامه میدهیم فرمان تحکمی علی خامنه ای که به مسابه یک دستور نظامی از بالا برای همه رسانه ها و سیاسیون صادر شد بر صدر همه رسانه ها جای گرفت که به تفصیل در صدر خبر بیان شد و مشروع آن نیز در آن سوی خبر به استعزار شما خواهد رسید اما جدال مجلسیان دلواپس گروه چند ده نفره نزدیک به حلقه مصباحیه برای استیزاهای مکرر همچنان ادامه دارد آرمان در خبری از چهل امضای دلواپسانه دیگر برای استیزاه یک وزیر دیگر خبر داد و تیت زده بود که آخوندی نشد پس زنگنه بشه همچنین این روزنامه نزدیک به دولت در گفتگوی با چند نماینده مجلس در ارزیابی فرجام برجام از احتمال آبستراکسیون نمایندگان دلواپس خبر داد به استحضار بینندگان عزیز میرسانم که آبسترکسیون به خروج جمعی هماهنگ شده و گروهی تیفی همگن از نمایندگان مجلس میگویند که به عنوان آخرین ساز و کار در مخالفت با طرح یا لایحه ای اتخاذ میکنند و از مجلس خروج میکنند تا از حد نصاب بیاندازند ورق میزنیم و ادامه میدهیم با سایر موضوعات و مطالب روزنامه آفتابی از بخش از مصاحبه ظریف با نشریه آمریکایی نیویورکر را منتشر کرد که در بخشی از اظهارات خود گفته بود که من هر کاری که می کنم برایم در ایران هزینه دارد این روزنامه از توهین تکراری به ظریف نوشت و از احتمال حربه آوستراکسیون نیز پرده های تازه ای کنار میزد. روزنامه ابرار اما دوگانه سخنان علی خامنه را برجسته تر کرد همانگونه که میبینید به نقل از رهبر ایران نوشت که مذاکره کنندگان ایرانی حواسشان جمع بود اما بالاخره آمریکایی ها در جاهایی فرصت پیدا کردند که یادآور صنعت ادبی ایرانی به نام مده شبیه زم است که هیچگاه آقای خامنه ای سویی شفاف از قدردانی نسبت به تلاش تیم مذاکره رو رونه میکند و همواره گاه به نیش میزند و گاه به تن روزنامه بهار اما با دو موضوع متفاوت دیگر منتشر شد انتقاد همه جانبه نسبت به نقش برخی از مدهان مذهبی در گسترش خشونت و جهتگیری های سیاسی عنوان اصلی بهار بود این روزنامه توصیه های فقیهی با نام مکارم شیرازی را در آستانه ماه محرم تیتر اصلی برگزید و توصیه کرد که مدهان سیاسی کاری نکنند همچنین به نقل از هاشمی رفسنجانی نوشت که برخی از مدهان جز گسترش کینه کاری نمی کنند. این در حالی است که مشاوره هیئت مدیره خانه مدهان در همین روزنامه مدعی شد که مدهان حق دارند همانند روحانیون وارد سیاست شوند. ادامه می دهم ده با موضوع دیگر از همین روزنامه و اما مصائب ظریف بودن. عنوان گزارش اصلی بهار بود که اظهارات ظریف در گفتگو با نیویورکر آمریکایی در واقع اشاره می کرد به این موضوع که گفته بود برای هر کاری به سختی و مشقت میافتم و هزینه میپردازم که البته این موضوع خود به ماجرای دست دادن ظریف و اوباما اشاره می کرد. البته انتخاب واژگان مصائب ظریف بودن ایهام ادیبانه هم داشت مبنی بر اینکه ظریف برخلاف منتقدان تون خویش خشن نیست و ظریف بودن در ساختار جمهوری اسلامی یا به تعبیری مدنی بودن خود موجب مشکل است در جمع فقیهان تون خوی ادامه می دهم و رغ می زنم با سایر موضوعات برگزیده امشب روز جهانی کودک نیز به نحوی در روزنامه های امروز باستاب گسترده داشت رنج و هجر و فقر و فاقه همه رهاورد و دستاورد کودکان آسیب دیده ایرانی است که در عمده گزارش های نوشتاری روزنامه های امروز باستاب یافت از جمله جهان صنعت با انتشار تصویر کودکان کار ایرانی نوشت که کودکانی که دیده نمی شوند. روزنامه روزان نزدیک به طیفی از تحولخواهان ایرانی با اشاره به شکست جناح تند روی مجلس موسوم به دلواپسان در استیزاه آخوندی و این بار تهدید به استیزاه وزیر نفت از آن به عنوان بازی سیاسی با وزرای کلیدی یاد کرد و در پایان بالاخره روزنامه اعتماد پرده پنهان دیگری از میزان جهل و جدال لایه‌های رو در ساختار غضب کرده نزاع قدرت در جبهه تندروها را کنار زد این بار محمد یزدی به طلاب دلواپس تذکر داد که چون این بحران افغانی هایی را نکنند در گزارش روزنامه اعتماد میخواندیم که روحانیون و علمایی که 22 بهمن سال 91 و در جریان حمله تعدادی از روحانیون تندرو به علی لاریجانی با هم همصدا شدند و علیه تندروهای حوزه موزه داشتند این بار این همبستگی را علیه طلاب دلواپس به کار گرفتند گزارش روزنامه اعتماد در شرح جزئیات نوشت جامعه مدرسین حوزه علمی قم که تا امروز چندین نامه به حسن روحانی نوشت و به او تذکر داد حالا طلاب را مخاطب تذکرش قرار می دهد. تذکری همراه با اطاب در حمایت از برجام و از جانب رئیس جامعه مدرسین اصل موضوع این گویا اینگونه بود که آیت الله یزدی دیروز در درس خارج فقه خود خطاب به طلاب دلواپس گفت یک طلبه و روحانی امروزی باید بداند در کشور و جهان چه میگذرد اما اینکه وارد متن سیاست شود و به خاطر موافقت یا مخالفت با مسئله‌ای به دست بندی اجتماع و تحسن دست بزند قطعا این خلاف خواسته رهبری است که این مدل اظهار موضع آن هم از سوی محمد یزدی که خود زمانی نه چندان دور از سران گروه های فشار و انصار حزب الله بوده و با این نقش عمل میکرد تا حدودی عجیب و در واقع غیر قابل انتظار بود و نشان از چند دستگی میان لایه های مختلف درگیری قدرت در ساختار نظام فقها است و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم تازه ترین و آخرین خبرها و گزارش های تکمیلی از ایران منطقه و جهان را در برنامه آن سوی خبر ببینید که ثانیه هایی پس از این جانب و صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود